شعبده بازی چیه؟ یا اصلا شعبده باز کیه؟ یا شاید اصلا فکر کنید شعبده بازا جادوگرن یا قدرت‌های ماورایی دارن، اما حقیقتش اینه که شعبده بازی یه علمه و شعبده بازم یه هنرمند به حساب میاد و توی ویدیوی امروز قراره تبدیل به شعبده باز بشیم، اما فرقش اینه که میخوایم قانون ممنوعی شعبده بازا رو بذاریم زیر پا و راز پشت پرده همه شعبده ها رو با هم ببینیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید، اما قبلش اول ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بزنید آله و خوش اومدید به استدیو جدیدمون. خب ماهان توی ویدیو امروز چی داریم؟ ببین میلاد، امروز رفتم یه سری وسایل شعبده بازی خریدم و امروز قراره به کمک اونا شعبده باز بشیم. آها. و در کنارش حدس بزنیم این شعبده چجوری انجام شده و دستشون هم یه جورایی رو کنیم. هستم، اینو هستم. واسه اولین شعبده هم این آوردم. این چیه؟ این کیف فولمه. اینا کارتم توش هست، بعد پولام توش هست. کیف فول خودته؟ کیف فول خودم. آها، میخوای با کیف فول خودت شعبده بازی؟ آره دیگه. این کارتشه، اینم پوله. پولی هم نیست البته، ولی خب حالا خب پولم کجا بردی؟ دیدی؟ من خودم تردستم، ولی دست درد نکنه، من دیگه کور که نیستم دیگه. بله بله. خب حالا اینجا رو ببین. وا! دیدی؟ آتیش گرفت. کیف پولم آتیش گرفت. چیکار کردی؟ چرا نمیشه؟ یه بار دیگه. اینجاش یه چیز مخفی. آجی این چیه؟ چقدر راحت فهمیدی؟ ببین آها، دفعه دوم این براش رو باز کرد، چون دفعه اول معلوم نیست بچه آهن ربا داره باز میکنی. آره تابلو نمیشه، نگاه کن وقتی باز میکنی اینه، ولی اینجا یه دریچه داره. این چیه؟ ببین این یه دونه محفظه است. ببین اینو میبینی؟ خب ببین اینو خوب. نگاه کن، این جرقه زنه، این سنگ چخماقه. ای مثل فندک. آره این فندک های اینجی. خاموش کن. چرا نگفت چی زدی؟ هر وقت روشن کنی وای، هر وقت چیز کنی آتیش میگیره. آره دیگه ببین چرا باحال. بچه نگاه کنید، چقدر باحاله، خیلی خفنه. ببین ما از قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنی، خب روی این محفظه ای که انگار شبیه پنبه است، خب اومدم اسپری یه چسب 1-2-3 زدم. آه میگم یه بوی، میگم یه بوی نفت میده. آره بوی یه چیز شیمیایی. روی این اسپری میکنی؟ روی این اسپری کردم. آه. وقتی جرقه میزنه کل این کیفول آتیش رو یه آدم فکر میکنه کیفول آتیش گرفته. انا فکر کنم گازش رفته. آره دیگه تمام شد. یه بار بده من بزنم جانو. بگیر اینو. اینه بچه، این اسپری چسب 1-2-3 است که چیزه بسه اینقدر؟ آره بسه، باید دو طرفش حتما بزنی که هر دو جاش آتیش میده. سلام، میلاد کاپرفیلد وارد میشود. این یه کیف پول معمولیه. پشمام چه خوزه. ببین باید همزمان که باز میکنی اینو بزنی. آره هر وقت باز کردی کامل اینو میکشی پایین، این آتیش میگیره. اینو اینجوری باید باز کنی، هم بلا فاصله اینو بزنی. آره باره یه بار. ها بچه ها میدونستید که شعبده بازا باید دستای تر و فرز و ورزیده ای داشته باشن، چون سوتی بدن تمام، مثلا یه دفعه اینو باز کنی آتیش نگیره اون شعبده باز کلن دیگه ترد میشه، باید بره تو جنگل زدی. فکر کن به بقال سر کوچه بخوای پول بدی که فولو اینجوری واکنی میگرخه تو خودش. این خوراکه اینه که یه نفر میاد ازت زورگیری کنه پول میخوای دایی؟ نه یه نفر ازت زورگیری عزیز، یه نفر زورگیرای عزیز پول میخوای بیا با همش بوده تو نمیخوای. تو بودی پول میخواستی، بیا بگیر. زورگیرای عزیز دیگه فرار میکنن. خوبه کیف ضد زورگیری. خب ببین میلاد، شو برنامزی دوم نیاز به دهن تو داره. به چی؟ دهنت دیگه. دهن من؟ آره یعنی تو باید انجام شدی. بچه یه دقیقه صبر کنید. خب بچه ها، ماهان توجیه هم کرده و الان یه سری دستمال کاغذی داریم که واقعا دستمال کاغذی عادیه و میتونیم شروع کنیم. ما یه دستمال کاغذی میاریم و شروع میکنیم به پاره کردن. اینو باید ریز ریز بشه، میدونی؟ چرا؟ چون میخوام بخورمشون. ببین دیگه چیه؟ چه اینقدر دراز؟ چی کار داری میکنی؟ داره چه اتفاقی میفته؟ اینا چیه؟
اینجا میلاد دیوید کاپرفیلد وارد میشود. بچه شما یه دستمال کاملا عادی دارید که شروع کنید پاره کردن، اما قبلش شما یه دونه از اینا دارید. اینا چیه؟ اینا بچه ها همیناییه که جمع شده و تو حلق منه. دیدید خیلی اتون شباده بازی شده، دیدید برای خودم هم خیلی سوال بود که این چیه؟ ببینید بچه ها اینا یک بار مصرفن. خب اینا توی هم جمع شده، میبینی چند لایه داره، لایه سفید که شبیه دستمال کاغذیه، لایه های رنگی که اینجا الان میبینید باز شده شد. اینا رو یک بار قبلا من آمادش کردم به این صورت، اینا رو اینجوری میاری اضافهشو میبری، حالا میذاریش پشت انگشتات، همه چی رازش پشت انگشتات. خب یه دونه دستمال کاغذی میاری شروع میکنی به پاره کردن اینجوری. بعد میگی که من میخوام دستمال کاغذی رو میخوام تو حلقم. قبلش با این دستتون که خیلی فرزی دیدم خب انگار داره از توی حلقت میاد، خیلی باله. و نمیشه که یه ذره چندش این حرکت، ولی خیلی بامزه است، همه پشماشون میرسه این از کجا تو هر بده خیلی بامزه. خب الان نوبت منی که شعبده خیلی خب من بچه‌ها خیلی هیجان دارم، چون واقعا شعبده هایی که ماهان قرار انجام بده من اصلا ازشون خبر ندارم و ماهان قبلش رفته اینا رو یاد گرفته پیش یه نفر و الان قراره برای من اجرا کنه. من دفعه اول واقعا دارم میبینم، خیلی هیجان دارم. الان یه سری پارچه رنگی گذاشته جلو. آره که مثلا میشه فهمید که اینا الان از هم جدا هم، میبینی؟ یه سری پارچه خیلی نازکه که من اصلا نمیدونم چیه. بله از هم هم جدا هم واقعا و اینا رو گذاشته پیش هم. خب خب من الان قراره اینا رو دونه دونه بکنم تو مشتم. خب و مثلا این الان یه دونش، این دومیش، این سومیش، اینم چهارمیش، قشنگ فرو کنم. خب حالا میبینی؟ پشمو چسبیدم حاجی. جدی جدی چجوری؟ حال کردی؟ همونایه دقیقا چسبوندمشون به هم. چسبیده با بچه ها نگاه کنید، نه دوختتش. آره یهو یه کار کردم اونا که از هم جدا بودن چسبید به هم. اصلا فهمیدی چیکار کردم؟ دیری دیدی حساب ببین از چست مصنوعی بلاخ از قبل اینو تا کرده بودم، اینجوری کرده بودم تو دستم، اونم بغلش بود، اینا رو فرو کردم تو اون شسته، آخرش اینجوری کردم. بچه نگاه کنید کسافت همه این همه تو هم رو شسته بود، من اصلا نفهمیدم. جدی نفهمیدی؟ ببینم شسته تو بعد اینجوری خیلی طبیعی همرنگ شسته خود، ولی همرنگ شسته من نیست. من یه ذره پوستم تیره تره، ماهان از من پوستش روشن تره وقتی میذاره توی انگوش. اینو نژاد پرستانه ساختن برای ماهان نساختن، فقط برای شما هست. به واسه اینکه متوجه نشی، خب از قصدم وقتی این دستام کردم این تو اصلا نفهمیدم شست داری گرفتم که اصلا نفهمید چیزی رو انگشتم. ای کسافت. و آخرش هم هی اینجوری میکردم که اصلا دیگه نفهمیدی چی با ولی واقعا همین الان که مثلا بهم نگی نمیفهمم شستت مصنوعیه. خدایی اینقدر مو طبیعیه. ببین من چون حواس آدم پرت میشه سمت این پارچهه، یه هوک باز میکنی خودت هم که میگی شستت گرفتی پشت. اصلا من میگم هم رنگ پوست خودته، ولی میگم به شستای من نمیخوره. شستای من یه ذره اونو نجات پرستم برای ماها بگید لطفا تولید کنن، ممنون میشم. میگم خیلی گشنم، میری یه چی بسام بخری با این؟ با این؟ آره. چون آدامس موزی میخوری؟ نه آوری یه ساندویچ بخری بیا گشنمه. سید 10 تومن پول دادی ساندویچ موز بزن. بچه ها موزی راستی، موزی بچه ها، بچه ها موزی، اینو میتونم بدم بخوری یا اینو بخوری با 10 تومن. بابا 10 تومن کجا بودی؟ 100 تومن الان بابا. اوست کنی از این 10 تومنی جدید ها، اینا 10
میبینی؟ نه این صده، این نوشته 100,000 ریال. میخوای اینو صد کنم برات؟ 10 تومن الان میخوای مثلا 100,000 تومنش کنم؟ این 100,000 ریال شما بکن 1,000,000 ریال بکن. قبول بید بچه ها، یه دونه دستگاه اینجا دارم برام پول چینج میکنه، یعنی ارتقاش میده. یه الان 10 تومنه میخوام اینو بکنم 100,000 تومن. الان میگی چجوری؟ الان بد نشون میده. ببین اینو از این ور دستگاه فرو میکنین تو. خب حالا وقتی این دستگیره رو من بکشم سمت راست، پول چینج میشه. صدی شد، 100,000 تومن. الان دیگه میتونی بری یه ساندویچ بگیری بیاری بخوری. حاجی پول واقعی؟ جدی اینا تو نور میگیرم اینجاش معلومه پول واقعی. دستگاه چینجینگ پول. دلارش نمیتونستی بکنی حاجی؟ این اگه 100,000 دلار بود باز کار ما را میفتاد. این دستگاه اگر خارجی میومد صدی میداد، فایی چون ساخت ایرانه دیگه. ساخت آمریکاش. جدی چجوریه؟ ببین میلاد، این اینجوری کار میکنه. قبل از اینکه من بخوام اینو برات رونمایی کنم، یه سری کرده بودم تو که تو ندونی. شاید الان بگی چجوری؟ اینجوری نگاه، دو تا دستگیره داره، یکی شوسه اینه که پولی که الان توش بود از قبل فرو کرده بودم بیاد بیرون. خب یه دونه واسه این که از قبل فرو کنم. الان میتونی اینو تبدیل کنی به این. الان از این طرف سمت چپ دستگاه وارد میکنی. دستگاه ترکید. آقا دستگاه ترکید. دستگاه چه چیزی شد؟ دستگاه خراب شد بچه‌ها. دستگاه چنج پول خراب شد یا عمر فرس. آقا درستش کردم. خب درست شد. ببین الان دوباره اگه بخوام این کارو کنم، اینو بعد از این ور فرو کنی، دستگیره سمت بالا رو به راست بچرخونی، به 10 تومانی میده و 100 تومانی رو میخوره. این دستگاه اینجوری کار میکنه. اگه الان دوباره بخوام 100 تومانی رو بدم، انقدر باید اینو بپیچم. یه سری شرکتون بچا دقیقاً همینجوری کار میکنه. شما صدی میدی، همون طرف سرمایه‌تون میشه 1/10. یه سریشون میخورن میرن. حواستون باشه این خیلی شبیه اوناست که خب ببین میلاد، این نخو میبینی؟ میخوام برات تبدیلش کنم به عصای موسا. عصای حضرت موسا. بله همین اینو. میخوام بدونی چجوری؟ ببین به یه فندک نیاز داریم، اینو باید آتیش بزنیم. بفرم چه گوی کردی؟ برات ظاهر کردم. این الان عصای حضرت موسیه؟ بله عصای حضرت موسی چه کوچولو شده. قبلا میگفتن مار اجدها میشه، الان یه انقدر است. نه این چیه جدی؟ ببین این میلاد، باید انگشت تو، این انگشت شست تو بذاری روی این دکمه این که بالاشه. این دکمه رو نگاه کن، اینو باید خیلی فشار بدی. فهمیدم چی؟ این از اینایی که شعبده باز اینجوری میکنه یهو یه دونه عصا بلند میشه. آره عصای موسی که دیگه سگشه. حاجی این یعنی الان نه وایسا، قبلش باید یه هشدارایی بهت بدم. حواست باشه این انگشتتو سریع بکشی کنارا. چرا؟ وگرنه نصف انگشتت میره. این فلزیه. اونی که شعبده بازو دارن انجام میدن روبانتوره، یه چیز خیلی نرمیه. این انقدر سفته میتونه کور کنه انگشتتو ببره. حواست باشه. نمیخوام. این الان از عصای اژدها شده حضرت موسی که خطرناک‌تره که یعنی الان وایسم، یعنی ممکنه مثلا بخوره زمین کم. آره بلند شد. لامپو نشکنه حاجی. بسم الله الرحمن الرحیم. هستم اینو الان فشار بدم. آها اینو بچه زامنش جدا شد. بچه زامنش اینجوری جدا شد. زامن حضرت یعنی میترکه. میلاد سریع بکش بیرون. وایس هاشی خورد تو سقف. اینجاش کج شد آج. این در میره الان. وای بچه ها نگاه کنید، داره دراز میشه. خراب شد فکر کنم، ولی ما عصا داریم. عصای داناتل. یعنی چیکارش کنم؟ یه بار مصرفه؟ نه چند بار مصرفشه. بذار بهت بگم چجوری جمعش کنی. ببین اینجوری دستتو بذار نوکش، کف دستت اینجوری بخوره نوکش، اینجوری بگیرش، به صورت سمت راست بپیچون تو. یا ابل فضی چه سخته. خیلی سفته واسه همین اونجوریش خریدم. این میشه به عنوان یه سلاح جمع میشه. سردم استفاده کرد. یعنی مثلا زور گیره داره خودمو میزنه. سلاح برای اینی که از خود دفاع کنی نه خودتو کور کنی. زد سقف و سوراخ کرد. مثلا زورگیر میاد میگه گوشیتو بده. بعد مثلا دستتو میکنی تو جیبه. اینو در میاد. دوباره دراز شد این. خب میلاد، از اونجایی که داری میرینی تو همه وسیله های من، قراره این یکی خودم انجام بدم. بله نه حق داری واقعا. برخلاف همیشه به جای اینکه ماها خرابکاری کنه، من دارم تر میزنم و حق
این نخه چی بود؟ فقط اون نخه که یهو زدی گرخیدم. آها. اسم اونا نخهای نورانیه که تو هر بستش 100 سانتی متر نخه. خب اینجوری ازش در میاد هر چقدر که میخوای و اینجوری. آها یه ذره‌شو قیچی کرد. آره استفاده دیگه. الان هر چقدر میخوای اینجوری قیچی میکنی؟ من بچه جنسشو ببینی؟ جنس شبیه یه نخ معمولی نیست بچه ها، نگاه کنید یه جوریه، بعد بوی خاصی هم نمیده، مثلا فکر کنی به بنزین آغشته است یا الکل به آتیش بزنم بچه داغه؟ یه خورده داغه، حواست باشه. خیلی داغ بود، خیلی حاله، نصف پشمای دستم کس خورد. ولی خیلی جالبه، هیچی ازش نمیمونه. یه بار دیگه خیلی حال میده. بچه ها میخوام اینو براتون غیب کنم. غیب شد. خیلی باحال. شعبده بازی بعدی چیه؟ ببین میلاد، میخوام این میله خالی رو برات تبدیل به یه شاخه گل کنم، آماده ای؟ آره. ببین باید اول سرش رو آتیش بزنیم، بعد از اینکه آتیش گرفت عجی مجی لا ترجی. اصلا نفهمیدم چی بود، اصلا یه شعبده بازی 10 از 10. اصلا نفهمیدم اینو تو مشتت قایم کرده بودی بعد اینجوری گفتی لا ترجی، اصلا معلوم نبود واقعا فرضی. و میدونی که بچه ها این بهش میگن تردستی، یعنی دستای شما باید خیلی تر و فرض باشه که بتونید یه شعبده بازی رو انجام بدید. و قشنگ مشخصه این هم همون بوی اون چسب 1-2-3، آره همون چیزه که باز کرده کیف پوله، همونه. این اسپری تو بده من. آه اینه، این اسپری رو قبلش میزنه اینجوری. خب بعد اینو اینجوری آتیش میزنه، بعد مثلا من ندیدم 1-2 گله. واقعا این فکر میکنم یه 10 سال بیشتر زمان نمیخواد تا یاد بگیری، 10 سال تمرین کنی قشنگ یاد میگیری. خدایا قربونت برم، جای حق نشستی منو مسخره کرد، خودش سرش اومد یه شعبده بازی اومد انجام بده گند زد، یعنی تمام انسان‌های کره زمین فهمیدن اصلا. بعدی چیه؟ بعدی رو بیار ببینم. میلاد این یکی رو فقط خریدم، نمیدونم چجوری کار میکنه، تو هم که نمیدونی. اینه باریکلا. فقط از انجام دادن این شعبده بازی من یه دونه ویدیو دارم. خب بیا با هم ببینیم چه جوریه. بگی آها اصلا بلد نیستی، اصلا فقط با این چیه. آها فهمیدم، این آقاه انجام میده، ما باید کشف کنیم چیه این. بله خسته نباشید. ای آجی دستش رنگ دستکشش هر روز عوض میکنه، دستکش اول زرد بود بعد کردون تو قرمز شد دوباره آبی شد، هی میکنه اون تو رنگ دستکشش عوض میشه، خیلی باحاله. من نمیدونم چجوری کار میکنه. ببین یه کلاهه. آره یه کلاه شعبده بازیه. فکر کنم فهمیدم، چون الان از روی این من یه چیزایی دارم میبینم. نگاه کن این نمیدونیم چیه. این چی هست؟ یک دستکش آبی، دستکش سفید، زرد و قرمز. خب 4 ست دستکش داره و یه کلاه. آها این کلاه اصلشه. این کلاه رو شلووله. فهمیدم چی شد حاجی، این باید اینو بکنی توش صفر شه. آره بعد اینجاشو میبینی جنسش چجوریه، از این جنسای زبر داره که فکر میکنم دستکشو میچسبه بهش، غلط نکنم داستان از همین قراره. بذار این از این شعبده بازی هست که قبلش باید بامبولشو آماده کنی، مثلا این نگاه کن آکو این میچسبه بهش. اینو باید اینجوری این شکلی بذارمش اینجا، میبینی شبیه یک استوانه میشه به این صورت. بعد اینو اینجوری باید فرو بکنیم این تو. میلاد من یه ایده دارم. من میگم شاید به جای اینکه دستتو بکنی اون تو دستکش بره تو دستت، از قبل همه دستکشات بپوشی بره تو دستت، بعد دستتو وارد کنی این بچسبه بکشی بیرون. راست میگی اسکول، بلد نیستی چرا حرف میزنی؟ من الان گفتم من بلد نیستم. آها تو گفتی؟ نه من گفتم. باید پس این چند سری اول دستمون باشه. راست میگی، چون نمیتونی این تو آماده، چون اولش دیدی نشون میده هیچی نیست، معلوم نیست. الان روی زرده قرمزه رو دست میکنم، ولی باید حواسمون باشه که این زیریا تکون نخورن. هر بار که دست میکنم داره سختتر میشه و دستم داره کلوفتر میشه. ببین این سفیدا رو که دستت میکنی انگار هیچ چیزی رش نیست، یه کلوفتی خاصی داره، میبینی؟ آره. مثلا من یه شعبده باز قهارم که هستم در واقع. سلام چطورید بچه ها؟ اینجا داره کلا داریم که هیچ چی توش نیست، میبینید؟ کلاه سوراخه، الان از توش یه دونه خرگوش در میارم، بیا دستم کنم توش، میبینید چه خبره این تو؟ این تو
این تو چه خبره؟ رنگ دستکشم عوض شد. رنگ دستکش من عوض شد. بذار ببینم دیگه چه خبره این تو. این تو دوباره رنگ دستکشم عوض شد. چقدر عجیبه بچه ها. بذار ببینم دیگه چه خبره. چه جاله. چقدر عجیب. چه کلاه عجیبیه. هنوز هیچی توش نیست به خدا. هنوز هیچی توش نیست. بذار یه بار دیگه دستم بکنم توش. دستکشم زرد شد. چقدر عجیب. دستکشم دوباره زرد شد. کلاه زرد سرم. میلاد نمیدونم چرا اینو میذاری شبیه ویلی وونکا میشی. اون یارو که چیزه راست میگی همون شکل. برای شعبده بازی اینا رو داریم. تابلوی دیگه ولی بامزه بود. نگاه کن اینا از دور انجام بدی نمیفهم. مثلا اگر تو این فاصله باشم. خب دوستان میخواییم واسه تو شعبده بازی انجام بدیم. نگاه چه جوری خیلی عجیب بود. نوراش در میاد. بچه یه چیز این شکلیه. کوچیکترین فشاری بهش میاد روشن میشه. حالا من باید خیلی دور باشم تا این شعبده بازی. سلام تماشاگر عزیز، خوبی؟ از دهنت در رفت. چطوری؟ بکن تو گوشت. بازی خدایی دور باشی نمیفهمی. اینو داشته باش. خب از اونجایی که شعبده قبلی خیلی لوس بود و تابلو بود دارم چی کار میکنم، الان میخوام با این یه حرکت برای تو بزنم. اینو خیلی تو مطمئنم دیدید بچه ها. یه دونه از ایناست که شعبده بازا داره اینجوری دلینگ. مثلا یه دونه میزنن تو کلا پرنده زنن. آفرین. حالا میخوام با این یه حرکت برای تو بزنم. اینو ببینی؟ خب میخوام اینجوریش کنم خودشو. خیلی باحال بود. ببینید خودش اینجوری پیک 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 میپره. ولی یه بار دیگه براتون انجام بدم. ببینید بچه ها این اینجوری میکنم. ببینید پرید از توی دستم. اصلا نفهمیدید رازش چیه. نه اصلا رازش معلوم نیست. بچه ها شعبده بازی واقعا به سالها تمرین نیاز داره. حتی همین چیز ساده‌ای که فکر میکنیم چیزی نیست که الان انجام میدم. بعضی ها رو تا استعداد دارن، بعضی ها مثلا گاو هم. مثلا الان من اینجوری میگیرمش. من اینجوری دیدید. ولی از قبلش باید آماده سازی کنی. یعنی اینو اینجوری میگیری، اینجوری میاری بالا، بعد میگی که خوشت. اینجوری میکنی خوشت. بامزه سرگرم کننده. خب این از شعبده بازی بعدی چیه؟ شعبده بازی بعدی اینه که در واقع یک ظرف پرتقال آبه که اینجوری از این سمت و این سمت. نه تهش رو نگاه نکنید. چی بوده؟ نه هیچی. یک چیز آب پرتقال معمولی. مثلا صبحونه شما آب پرتقال میخوری یه ها حوض میکنی که امروز چه خبره؟ نمیدونم چه خبره. از اینا میاری یه دونه میذاری آب پرتقالت. خب و یه ذره صبر میکنی یه عجی مجی لا ترجی. روزنامه شد. روزنامه و یه جدول که از قبل حل شده. نمیدونم چرا. ولی میتونی اخبار بخونی. چه جاله. این اخبار خوبی نیست. اینو نخون. اینجا اخبارهای دیگه هست که میتونید بخونید و واقعا مهمه. اصلا این ورشو بخونید. چه کاریه؟ نوشته که زبانمونم که 100% نه من که متوجه میشم قشنگ. دار فایل اوف دیل اوف فایل اند ال ات وایت وان تو تک. بابا بالا کم مسخره بازی بریم شو بعد بازی بعدی بابا. بله دوستان برای شو بعد بازی آخر ما یه دونه شال گردن داریم. چرا حالا سیاهه؟ یه شال گردن داریم که ست کردم دیگه. ست واقعا برازنده. شلورک پیرهن مراکشی با شال گردن کاملا ست منطقی و درستی هست. ولی چون خیلی سیاهه من دوست ندارم که همه ستم مشکی باشه. یه ها حوض کردم مثلا این ستم رنگی بشه. این شال گردن رو میاری؟ شال گردن هم رنگی میشه. کفه دورید یا نه؟ شال گردن رنگی.
حالا حال نکردم، میبینم که نه شادگردن اینجوری بهم نمیاد، یه شادگردن مشکی میخوام که به تیپم بیاد. اینجوری میکنم، اینو میارم اینجی، اینجوری میزنم بهش. شادگردن مشکی دارم، لا 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 لا، شادگردن مشکی و قشنگ. حال نکردی؟ فردا لباس رنگی پوشیدی، میخوای تیپ هوایی بزنی؟ این بیشتر تیپ گیای، این چی آخه این رنگی؟ رسمی. من این شالگردن اصلا مناسب من نیست، من همون شالگردن خودم رو میخوام. خب رازش هم دیگه چون اصلا هیچکی نفهمید یه بار دیگه براتون توضیح میدم. بچه ما شالگردن مشکی داریم، مثل دستمال یزدی مونه، اینجوری دی میزنن لالاش.